به نام خدا شاگرد عزیز سلام خوب هستین به خیر هستین جور و باشین شاگرد عزیز به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون چی را مضمون ریاضی سنف هفتم و با هم دیگر میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم؟ فصل هفتم احسایه را شروع کرده بودیم و درس سوم ما و شما امروز میشه اما عنوان که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است اول جدول کسرت یا جدول فرکانسی را با هم میخوانیم درست است و بعد از او گراف تصویری را با هم میخوانیم جدول کسرت یا جدول فرکانسی هم برش گفته میشه درست است خب شاگرده عزیز قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی را به ما روان کردند از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است خب شاگرد عزیز همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است درس امروز ما و شما جدول کسرت یا جدول فرکانسی هم برش گفته میشه درست است فرکانسی تیبل پس میشه جدول کسرت پس نوشته میکنم جدول کسرت و چی است جدول کسرت یا جدول فرکانسی هم برش گفته میشه چی است میگیم که اگر یادتون باشد ما و شما چی درس های گذشته چی رو خواندیم جامعه رو خواندیم نمونه رو خواندیم درست است و متحول تصادفی رو خواندیم متحول تصادفی گفتیم همون چی است جامعه چی بود گفتیم اگر بخوایم در رابطه با با چی با یا اعضای یا بگیم تمام اشیاء افراد یا هر عر... از فرق ما هر چیزی که ما بخوایم در رابطه با یا ی... یک موضوع را چی بررسی یا موضوع یا چند موضوع بررسی کنیم صحیح است با او موضوع یا موضوع موضوعات میگفتیم چی متحول تصادفی و با او افرادی که ما روی از بررسی میکنیم با او می میگفتیم جامعه افراد جامعه نمونه چی بود که بخش از جامعه بود درست است خب حالی ما چی میکنیم شکر عزیز یک بررسی انجام میدیم و یک سری اطلاعات دریافت میکنیم اون اطلاعات نوشته میکنیم او اطلاعات اگر یادتان باشد گفتیم اطلاعات اولیه را چی میگیم دیتا برش گفته میشه صحیح است یک سری دیتا ها ما و شما داریم یا هم اطلاعاتی که اولیه است اطلاعات اصلا اطلاعات خام برش گفته میشه صحیح است اطلاعاتی که ما از روی از پروسس فعلا انجام ندادیم فقط یادداشت کردیم نوشته کردیم صحیح است ما اگر بیایم اطلاعات در یک جدول بیایم اینو منظم کنیم مرتب کنیم با او جدول میگیم جدول کسرت یا جدول فرکانسی برش گفته میشه درست است شاگرد عزیز بعضی از کتاب ها جدول چی فراوانی هم به او میگن جدول فراوانی یا فرکانسی یا جدول کسرت فرقی نمیکنه درست است خب با عنوان مثال کار میکنم جدل کسرت چه براتون میکشم با عنوان مثال ما و شما چی کردیم رفتیم از 20 نفر 20 خانوار در در شهر کابل با عنوان مثال 20 خانوار ما 20 خانواده رو پیدا کردیم سوال کردیم تعداد افراد خانواده شما چند نفر است درست است با ما و شما چی گفت اطلاعات گفته ما و شما با قلم نوشته کردیم صحیح است از نفر از خانواده اول پرسان کردیم گفته دو نفر تعداد خانواده ما صحیح است دیگه پرسان کردیم گفته 5 نفر سه نفر یک نفر سایز خانه یک نفر هم داره بله خانواده یک نفر است دیگه نه به اون میگیم میتونیم دید به عنوان خانواده یک نفر در نظر بگیریم دو پنج سه یک دیگه چی نفر از خانواده بعد پرسان کردیم گفته هفت شش پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت تا شد خب دیگه چند گفته گفته که سه پنج چهار هفت هشت دو یک چند شد؟ یک دو سه چار پنج شش افت اشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده تا بیست بیست تا گفتیم دیگه نه؟ شش تا دیگه میخواییم سهست؟ خب میگیم چند؟ چار سه پنج پنج دو و افت سهست؟ این چی است این اطلاعات اولیه ما شما به یا چه میگیم شاگرد عزیز گفتیم به یا میگیم دیتا پس دیتا چی است اطلاعات اولیه یا اطلاعات خام که ما شما فقط دریافت کردیم روی هیچ پروسسی فعلا انجام ندادیم فقط نوشته کردیم به یا میگیم چی دیتا پس دیتا شاگرد عزیز اطلاعات اولیه را دیتا میگوییم پس بعد ما این نکته نوشته کنم دیتا میگیم اطلاعات اولیه رو دیتا میگوییم پس دیتا رو خوب این امی چی هست؟ دیتای ما و شماست با ما, ما و شما داده حالا گفته جدول کسرت زیر من وز میکنیم. خب چرا جدول کسرت وز میکنیم شاگرد دایز میکشیم؟ چون ما اگر بخوایم تجربه تحلیل کنیم از روی دیتا ها کمی مشکل میشه نگاه کنید میگیم که چند خانواده پنج نفر است باید شمار کنیم دیگه یک, یک خانواده پنج نفر است دو تا دیگه سه تا سایز 4 تا 5 تا 5 تا خانواده 5 نفره ما شما داریم حالا چند خانواده 7 نفر است 7 نفر رو با شمار کنیم 1 2 3 تا سایز پس نگاه کمی زمان نبره ما و شما تجزیه تحلیل کنیم اگر ما بیایم برای از یک تا جدول منظم کنیم یک جدول منظم رسم کنیم با او میگیم جدول کثرت و از روی از او بسیار آسانتر ما میتونیم و زودتر سریعتر میتونیم چیکونیم شاگرد عزیز تجزیه تحلیل کنیم سایز پس با اون جدول میگیم جدول کثرت پس ما به جادل جدول کسرت درش میکشم شکر دقت کنید جادل کسرت هزیر به شک میکشم ما که تعداد تعداد افراد خانواده خانواده یک نفری داریم دو نفری داریم با نام مثال سه نفری داریم چهار نفری پنج نفری 6، هفت هشت نفری سهیست؟ یک نفر خانواده تعداد افراد خانواده یک نفر دو نفر سه نفر چهار پنج شش هفت هشت نفری خب حالا میرم چک میکنیم شاگرد عزیز میگیم خانواده یک نفر چند تاست چک میکنیم ده ای... اطلاعات که ما شما داریم دیتا هایی که ما شما داریم خانواده یک نفر چند تا داریم یک تا دا دایجا داریم سهیست؟ پس ما اینه. یک تا دا دای داریم یک تا دا دای اینجا داریم چند میشه دو نفر پس دو خانواده یک نفری است پس دای دا هم چی نوشتم میکنیم میگیم که فرکانسی برش گفته میشه یا چه فراوانی یا فرکانسی برش گفته میشه که نوشته میکنیم تعداد خانواده ها تعداد خانواده ها یا فامیل ها سیست خب فامیل ها یک نفری چند تاست دو تاست دو فامیل داریم که یک نفری است خب فامیل های دو نفری چند تاست شمار میکنیم ما برای کسبش پیش من گرد نشوه شاگرد عزیز غلط نشوه ما خط میزنم سیست این یک تا شد دیگه دو نفری ده دا اینجا داریم دو تا دیگه دو نفری ده دا اینجا داریم سه تا پس سه خانواده چی هست؟ دو نفری هستن خانواده سه نفری را چی میکنیم؟ دریافت کنم. خانواده سه نفری خط میزنم یک تا دیگه سه نفری دو تا سه تا سه تا خانواده چی داریم شکر عزیز؟ سه نفری داریم که تعداد افراد خانواده سه نفر است. حال خانواده چهار نفری خانواده یا فامیل های چهار نفری رو پیدا کنید خط بزنید چهار اونایی که چهار چهار نفر است یک تا دا. دیگه دو تا دیگه نداریم پس چی شد دو خب خانواده های فیا فامیل های 5 نفری فامیل 5 نفری رو پیدا کو یک بار شمار کردن 5 تا بود نه باز دوباره شمار میکنیم یک دو 3، چهار 5. پس 5 فامیل 5 نفری هستند صحیح و فامیل 6 نفری یا خانواده 6 نفری خانواده که 6 نفری باشن شش نفری پیدا کو شش نفری یک تا دا در اینجا داریم یک تا سیگه فقط یک خانواده 6 نفری است خانواده هفت نفری خانواده که هفت چی دارد؟ عضو دارد یک دو سه سه تا هفت نفری داریم و خانواده هشت نفری داریم ایچ میبینیم که هیچ دیتایی نمونده همه دیتا ها چرا یک تا داریم یک تا دیتا دا اینجا داریم خط نخورده پس یک تا خانواده چی داریم 8 نفری داریم که میشه یک تا یک با نوشته کنیم 8 نوشته نکنم تعدادش با نوشته کنیم پس دقت کنید این جدول میشه جدول کسرت دیتار به ما و شما داده جدول کسرت از ما و شما میخواد که میتونیم جدول کسرت چی کنیم رسم نوشته کنیم جور کنیم خب شاگرد عزیز پس تعداد افراد خانواده تعداد خانواده ها تعداد افراد خانواده خانواده یک نفر خانواده دو نفری فامیلی سه نفری چهار نفری پنج نفری شش نفری هفت نفری و 8 نفری حالا بریم شمار میکنیم چند تا فامیل یک نفری داریم دو تا فامیل است که یک نفری استن. چند تا فامیل خانواده ای دو نفری داریم سه تا خانواده هستند که سه نفر چی دارن عضو دارن درست است پس یار نوشته کردیم یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز ما به یا میگفتیم فرکانسی یا فراوانی گفتم بشه همین اطلاعاتی که همین تعدادی که نوشته میکنیم همین فرکانسی ها اگر ما کلش با هم جمع کنیم باید چند شوه بگن کی میتونه بگه شاگرد عزیز یک نکته بسیار مهم است اگر ما همین فرکانسی یا همین چی همین اطلاعاتی که در اینجا نوشته کردیم تعداد فامیل هاست امیاره ما اگر بیایم نوشته کنیم جمع کنیم باید 100 درصد چند تا و کل دیتا کل دیتا ما شما چند تا بود گفتیم از چند فامیل رفتیم پرسان کردیم از 20 فامیل آفرین پس جمع یا باید کلش 20 شوه جمع بسازیم بیا جمع بسازیم دو جمع سه جمع سه جمع دو جمع پنج جمع یک جمع, یک، جمع سه و جمع یک دقت کنید دو سه سه دو پنج یک سه یک یا جمع بسازیم چند میشه جوابش دو و سه چند میشه شاگرد عزیز؟ میشه پنج پنج با سه میشه اشت اشت با دو ده ده با پنج پانزده کرد یک شانزده کد سه نوزده و این یک بیست جواب چند میشه؟ بیست میشه میشه کل تعداد کل دیتایی که به ما شما داده شده است. پس دقت کنید ما شما اگر فرکانسی ها را با هم دیگه جمع کنیم فراوانی یا فرکانسی ها رو با هم جمع کنیم و اگر یعنی 20 نشد یعنی یک جا غلط کردیم باید باید دوباره چک کنیم که کجا غلط شده است پیش ما و شما سیس پس این نکته بسیار مهم است جمع فرکانسی ها باید تعداد کل چی شود دیتا ها شود این نکته بسیار مهم است جمع تمام فرکانسی ها باید چی شود تعداد کل دیتا ها شود درست است پس این جدول بهش میگیم جدول کسرت یا جدول فرکانسی فرکانسی خب شاگرد عزیز حالا چه به درد میخوره این بسیار آسان است خانواده 5 نفره چند تاست خانواده 5 نفره 5 تاست خانواده 8 نفره چند تاست یک تا خانواده های 2 نفره چند تاست سه تا بسیار آسان میتونیم جواب دریافت کنیم صحیح است و میتونیم بفهمیم که چه هر خانواده خانواده چند نفره چند تا وجود دارد خانواده 7 نفری 3 تاست و ما شما سوال میکنه خانواده 8 نفره تعدادش بیشتر است یا خانواده 7 نفری میگیم خانواده 7 نفره چون 3 است فرکانسیش این فرکانسیش یک است صحیح پس جدل کسرت فامیدیم میدیم شاگرد عزیز پس اگر ما و شما چی یک سری اطلاعات یا دیتا ها دیتا گفتیم چی هست؟ دیتا اطلاعات اولی را دیتا میگیم یعنی ما دیتا هایی که اطلاعاتی که ما هنوز روی از یا چی پروسس نکردیم نه فقط نوشته کردیم پرسان کردیم نوشته کردیم اما دیتا های اولی میشه با او میگیم چی دیتا خب به ما شما چند دیتا رو میته عنوان مثال میگه جدول فرکانسی از اینا ترتیب کو یا منظم کو بسیار را آسان است جدول فرکانسی رو برش میتونیم کنیم چنین جدول میگیم جدول فرکانسی و نکته که جدول فرکانسی است چی عزیز جدول کسرت این است که جمع تمام فرکانسی ها باید چند شوه باید کل دیتا ها شوه این نکته بسیار مهمه اگر نشه یک جا غلط کردیم و باید بریم چک کنیم که کجا غلط شده صحیح پس شاگرد عزیز هم از چه جدول کسرت خب شاگرده عزیز و گرامی پس جدول کسرت خواندیم و مثال کار کردیم و فهمیدیم چی هست دیگه نه چرا جدول کسرت جور میکنیم برای که ما آسانتر تر بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم درست است کار ما شما آسانتر شود اما عنوان بعدی ما شما چی است عنوان بعدی ما شما گراف تصویری هست خب گراف تصویری چه به درد میخوره ما علاوه بر که ما با جدول کسرت میتونیم اطلاعات راحت تر و آسان تر تجزیه تحلیل کنیم میتونیم از روی یک گراف هم اطلاعات تجزیه تحلیل کنیم دیتا ها را پس ما میتونیم برای هر جدول فریکنسی چی بکشیم شاگرد عزیز یک تا گراف بکشیم البته گراف های متفاوت داریم که بخیر در سنف های بعد ما و شما میخوانیم ولی گرافی که در این صنف هفت ما شما میخوانیم فقط گراف چی هست؟ تصویری هست پس با ما همراه باشید خب شاگردی عزیز و گرامی عنوان دوم درس امروز ما شما چی است گراف تصویری ما یک تا مثال کار میکنیم جدول کسرتش رسم میکنیم وزن می‌کنیم و بعد از روی جدول کسرت میتونیم گراف تصویری از روی بکشیم درست است خب به عنوان مثال پس ما یک تا مثال کار میکنیم و اول جدول کسرتش جور می‌کنیم و بعد از او گراف تصویریش می‌کشیم. مثال میگیم که به عنوان مثال یک تا نجار صحیح چوکی چوبی به ما شما میخواد جور کنه جور میکنه در بازار میره سودا میکنه صحیح پس یک تا نجار داریم که چه هر روز چوکی جور میکنه روز شنبه روز اول شنبه، روز اول هفته شنبه به ما شما به عنوان مثال چند تا چهار تا چوکی جور میکنه صحیح پس نوشتن میکنم میگم به نوشتن میکنم شنبه چهار تا باز جدول چی جدول فرکانسی ش اول بکشم پس به این جدول فرکانسی ش میکشم روز روز هفته و چی میشه؟ ده اینجا تعداد چوکی تعداد چاوکی ها تعداد چاوکی هایی که جور میکنه این نجار با ما و شما تعداد چاوکی ها خب شاگرد عزیز روز اول هفته چی است شنبه چهار تا چاوکی با ما و شما جور کرده صحیح است حال دیتا با ما و شما این شکل متا حالا ما فعلا دیتار رو در چی در جدول فرکانسی جور میکنیم حال گرافش میخوایم دوباره بکشیم با خاطر دیتا رو در اینجا نوشته میکنیم صحیح است خب شنبه با ما و شما چهار تا چاوکی جور کرده روز یک شنبه شاگرد عزیز میتون جدول فرکانسی رو به این شک عمودی بکشین یا افقی هم فرق فرقی نمیکنه جدول فرکانسی دست خودتون است همیشه عمودی کشید همه سانیم افقی بکشیم دیدیم که در سوال قبل ما شما افقی کشیدیم نه علی جدول عمودی کشیدیم فرق نمیکنه هر دوش صحیح است روز یک شنبه با ما شما 8 تا جور کده صحیح روز دوشنبه روز دوشنبه با ما شما چیک جور کده 10 تا چوکی جور کده چوکی چوبین جور جور کرده روز سه شنبه روز سه شنبه چند جور کده روز سه شنبه 5 جار جور کرده کمی خسته بوده 5 جار جور کرده و روز چهار شنبه شاگرد عزیز چند جار جور کرده 7 تا چوکی جور کرده به ما و شما خب روز پنج شنبه آخر هفته است خب زودتر میره کار خلاف میکنه میره خانه و چند تا جور کده با عنوان مثال چهار تا چاوکی جور کده درست است یا بیای بگیم که کار برش پیش آمده تا چاشت بیشتر نبوده و دو تا چاوکی جور کده فیس بیشک بهتر است خب اینی رو داریم ما و شما روز جمعه هم که رخصتی است دیگه خب کار نکده فیس پس این جدول فرکانسی رو ما وقف کردیم آله میخوایم برای چنین جدول فرکانسی ما یک گراف تصویری بکشیم از روی جدول خود اطلاعات بسیار آسان میشه دریافت کرد سایست. روز چهارشنبه چند تا چوکی جور کده چهارشنبه تا کدام روز از همه بیشتر کار کرده شاگرد عزیز روز آفرین روز دوشنبه چرا چون ده تا چوکی جور کده کدام روز از همه کمتر کار کرده روز پنجشنبه چون تا چاشت کار کرده کار داشته مهمان آمده خانه رفته خانه دو تا چوکی بیشتر جور نکده سیست خب پس جدل جدول فریکونسی رو داریم حالا میخوایم برای این جدول فرکانسی یک تا گراف تصویری بکشیم شاگرد عزیز یعنی ما علاوه بر که ما جدول فرکانسی داریم میتونیم گراف تصویری هم در او بکشیم میتونیم گراف تصویری به شکل بکشیم یک تا خط میکشیم و در اینجا نوشته میکنیم در اینجا میگیریم چند شنبه سیس در اینجا میگیریم یک شنبه دی میگیریم دو شنبه سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه و در آخرم پنج شنبه. سهیس روزای هفته را نوشته کردیم. گراف به شکل میکشم. خب حال شاگرد از دقت کنید گراف تصویری ما میتونیم از هر سمبول استفاده کنیم در گراف تصویری فرق نمیکنه از دایره استفاده میکنی از مربع استفاده میکنی از هر دلش شد فرق نمیکنه صحیح ما در کتاب ما و شما اگه ببینید از شکل های متفاوت استفاده کرده خب ما حال چی از یک دایره استفاده میکنیم به عنوان مثال ما این به ای میگم که روز شنبه چند تا جور کده چهار تا چهار تا چاوکی ما اگر بخوایم بیایم میتونیم برای هر چاوکی یک تا دایره بکشیم به یک تا دایره بکشیم شاگرد عزیز صحیح یک دو داخل از چی میکنیم؟ سیاه میکنیم که چی شبه شکل تر شود، سه سه چار پس ای چی شد؟ یک گراف تصویر برای روی شنبه شد چهار تا چوکی برای هر چوکی یک تا دایره میکشم برای یک چه چی میکشم؟ برای یک شنبه تا بکشم زیاد میشه خیلی زیاد میشه در تخت ما و شما جای نمیشنه وقتی دیتا های ما و شما شاگرد عزیز خیلی کلان باشه دیگه ما میایم از چی استفاده میکنیم من میتونم برای از بکشم یعنی در روز یک شمه باید 8 تا بکشم روز دوشنبه 10 تا دایره بکشم روی هم روز سه چند تا بکشم پنج تا روز چهارشنبه هفت و روز پنجشنبه دو تا بکشیم صحیح است ارمیتون انجام بدید ولی شما در کتابشون انجام بدید مشکل است با به دو طریق کار کنید در یکباره یک بار به با شکل برای هر چوکی یک تا دایره میکشیم اما اگر دیتا ما شما کلان باشه یا جای ما شما کم باشه بخوایم صحیح زودتر نوشته کنیم و جواب بکشیم شاگرد عزیز میتونیم از مقیاس استفاده کنیم معنای شف مقیاس با عنوان مثال ما هر دایره را چی میگیرم شاگرد عزیز هر دایره را برای دو چوکی در نظر میگیرم میگم هر دایره دو چوکی باشد صحیح پس این میشه دو تا چهار تا یعنی بر روزه شنبه فقط دو دایره میکشم سیست یعنی مقیاس برش میدم هر دایره دو چوکی پس من از این استفاده میکنم که کار مشو آسان تر شوه پس از مقیاس استفاده میکنم هر دایره رو برای دو چوکی در نظر می‌گیرم شاگرد عزیز سیست بیشک خب پس روز شنبه چی شد؟ روز شنبه چهار چوکی هر دایره گفتیم دو است. روز یکشنبه چند تا شده؟ 8 تا. چاوکی جور کرده باید چند تا دایره بکشم آفرین چهار تا دایره باید بکشیم برش سیست پس من چهار دایره می میکشم یک دو سه چهار سیست چاگرد از فامید چرا شد دیگه نه ی از چی استفاده کردیم از مقیاس استفاده چون دیتای ما و شما کمی کلانتر باشه زیادتر بزرگ باشد دیتای ما و شما پس میایم چی میکنیم از چاگرد از مقیاس استفاده میکنیم روز دوشنبه باید چند تا بکشم؟ پنج تا بکشم چون ده چاوکی جور کده هر دایره گفتیم چی میشه؟ دو تا چاوکی میشه پس پنج تا باید بکشم یک دو سه چار پنج سیست حالتا بهتر دایره را مساوی بکشم یعنی کمی کلانتر بکشیم باید دیگاه مساوی باشد پس دایره سر میکنیم که مساوی بکشیم است؟ یک دو سه چار و پنج به این شکل خب داخل از دارم سیاه کنیم شاگرد عزیز سیست خواه آفرین روز سشمه چند تاست؟ روز سشمه پنج تا چوکی جور کده پنج تا چوکی هر دایره چه است؟ هر, چار... هر, دایره گفتیم دو تا چوکی است چند تا باید بکشیم؟ دو نیم تا آفرین دو تاش میشه چهار تا یک نیم دایره باید بکشیم سیست؟ پس به این شکل میکشم یک دو و سومیشو به شک میکنیم شاگردای عزیز دقت کنید نیم دایره میکشیم برای عزیز چون دو نیم تا باید بیشتر نشه چون پنج تا چوکی دیگه هر دایره دو تا گفتیم دیگه نه خب این از روز چند شاگرد عزیز از روز سه شنبه روز چهارشنبه چی روز چهارشنبه افتا جور کده باید چی بکشیم باید سه, سه و نیم تا بکشیم آفرین سه نیم تا اگه بکشم یک دو سه و یک نیم تا به میشه پس یار داخل زیر پر میکنم سیاه میکنم خب و روز پنج شنبه چی میشه شاگرد عزیز روز پنج شنبه دو تا چاوکی جور کرده فقط یک تا برز دایره میکشم پس یک دایره برز میکشم پس چون فقط دو تا چاوکی جور کرده خب شاگرد عزیز پس ما از مقیاس استفاده کردیم ولی باید مقیاس نوشته کنیم دیگر پس یک گراف تصویری شد پس این جدول فرکانسی رو ما گراف تصویر برش کشن بسیار آسان است سیست. اما خب یک نفر که از اطلاعات خبر نداره ما ببینه خب میگه دو دو تا میگه که دو تا شاید چوکی باشه در حالی که چهار تا پس مقیاس باید نوشته کنیم یعنی مقیاس میایم چی میکنیم می نوشته میکنی. میکنیم میگیم هر دایره در پایان جدول نوشته میکنیم در پایان گراف سیست. هر دایره مساوی است با دو تا چوکی دو چاوکی سیس پس با او خاطر اینی مقیاس نوشته میکنیم هر دایره مساوی با دو چاوکی درست است شاگرد عزیز فهمید چرا شد دیگه نه پس ما میتونیم شاگرد عزیز دیتایی که به ما شما داده باشه اطلاعات اولیه با به شما داده باشه ما میتونیم اول جدول کسرت بزو بکشیم رسم کنیم چون بسیار منظم میشه و آسان تر میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم صحیح خب حالی از روی جدول کسرت میتونیم یک گراف بکشیم گراف چی گراف تصویری و بسیار آسان تر میشه و اگر دیتا های ما و شما کلان باشه در گراف تصویری هر سمبول میشه استفاده که دایره مربع مثلث مستطیل هر شد فرق نمیکنه صحیح میتونی استفاده کنی هر سمبول دل شده خب شاگرد عزیز پس دیدیم که ما میتونیم برای هر جدول کسرت یک تا گراف تصویری جور کنیم و برای گراف تصویری از هر سمبول میتونیم استفاده کنیم از دایره، مربع، مثلث، مسلس، مستطیل یا هر شکل یا سمبول دیگه استفاده کنیم مشکلی ندارد درست است؟ خب ما از چیز از دایره استفاده کردیم و فقط گفتیم اگر دیتای ما و شما عددهای کلان باشد پس گراف ما و شما خیلی زیاد میشه نو کشیدن سخت میشه با اون خاطر ما میتونیم از مقیاس استفاده کنیم مق... فقط مقیاس در پایین باید نوشته کنیم که هر دایره دو چوکی پس حالا میفهمیم که دو تا دایره داریم یعنی چهار چوکی روز دوشنبه چند تا دایره داریم پنج تا دایره داریم یعنی ده تا چوکی جور کرده نجار ما و شما و روز سهشنبه چند تا دایره داریم دو نیم تا داریم دو تاش میشه چهار چوکی نیم تاش میشه یک چوکی میشه پنج چوکی جور کرده پس این چیشه شاگرده عزیز این از گراف تصویری پس ما برای هر جدول کسرت میتونیم گراف تصویری هم رسم کنیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پس عنوان دوم ما و شما خوانده گراف تصویری رو با هم دیگه خوانده اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین صفحه 196 و 198 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق چی شاگرد عزیز از, از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید پرسان کنید درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل هفتم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می سپارم